بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، برادران و خواهران مسلمان، به ارتباط کلمه الصدقه، به ارتباط صدقه با هم مجلس داریم و کلمات چند مفید در دقایق مختصری به خدمتتان تقدیم میگردد. امید است که مورد استفاده همه ما شما قرار بگیرد ان شاء الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهر مال راكش ما صرف من مايد در راه خداوند مهربان، خداوند بهتر را به عوض آن مناسبتان میگرداند و از نزد خداوند مهربان چیزی ضایع نمیگردد. و هو خیر الرازقین، خداوند بهترین رزق دهنده است. 39 سوره سبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. به بر، به کامیابی یا به بهشت شما نمی رسید تا وقتی که شما صرف نکنید بهترین مال را که دارید در راه خداوند مهربان، آن چیز را که شما دوست دارید در راه خداوند مهربان صرف می نمایید، خداوند شما را مکافات و مجازات خوبی نصیب می گرداند که داخل بهشت گردید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. و هر مال را که شما در راه خداوند مهربان صرف می نمایید، خداوند با آن دانا و عالم است. آیت مبارک 92 سوره آل عمران. و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. مردم سوال می کنند که چی را در راه خداوند مهربان صرف نمایند، برایشان بگو که هر چیزی که از مصرفشان اضافه باشد، العفو، چیزی که اضافه باشد. 219 سوره البقره. در حدیث قدسی شریف ذکر گرده است که خداوند مهربان فرموده اند انفق یا ابن آدم انفق علیک، ای اولاد آدم علیه السلام، تو در راه من مال خود را صرف میکنی، مصر تو صرف میکنم. رواه البخاری و مسلم. و قال صلی الله علیه و سلم الساعی علی الارملت والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که به خدمت بیوه و مسکین برسد مانند که جهاد فی سبیل الله را ادا کرده باشد. او القائم اللیل الصائم النهار، یا کسی که از طرف شب تمام شب در نماز آن را تیر کند، یا کسی که تمام روز را در روزه تیر کند، روزدار باشد از طرف روز، یا اینکه قیام لیل قیام شب را نمازهای نفل را از طرف شب ادا کند، به عین درجه به عین ثواب و فضیلت می رسد آن کسی که خدمت بیوه و مسکین را داشته باشد، خیرش به مردم برسد. رواه البخاری و مسلم. الساعی علی الارملت والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او القائم اللیل الصائم النهار. در حدیث مبارک دیگری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ الله تعالی ما دام علیه منه خرقه. رواه ترمذی. هر مسلمانی که برای برادر یا همشیره مسلمان، برای مسلمانی دیگری پیراهن را برایش تقدیم دارد تا وقتی که آن پیراهن در بدن و در جسم آن انسان می باشد، در حفظ و امان خداوند مهربان می باشد، آن بنده که پیراهن را تقدیم کرده از برایش، تا وقتی که پیراهن در تن او باشد، خداوند شما را در حفظ و امان خود نگاه می داشته باشد. بهترین فضیلت است که خدمت بیچاره و مسکین را داشته باشیم. افضل الصدقه ان تشبع كبدا جائعا. رواه البيهقي. از ضمن بهترین صدقات صدقه ای است که یک انسان گرسنه را شما سیر نگاه کنید، یک انسانی که گرسنه باشد و او را شما طعام دهید، نان دهید که گرسنگی او رفع گردد. و قال صلی الله علیه و سلم یا ابن آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، انک ان تبذل الفضل خیر لك. اگر مال اضافه ای را داشته باشی و آن را در راه خداوند مهربان صرف نمایی، برایت خیر است. به شرطی که انسان ها این جمله را بفهمند. اگر مال اضافه ای را داشته باشی، لباس اضافه ای را داشته باشی، چیزی که
از مصرف خودت اضافه باشد، طعام اضافه، لباس اضافه، مال اضافه، پول اضافه، چیزی که اضافه باشد از مصرف خودت و آن را در راه خداوند مهربان صرف نمایی، برایت خیر است. و ان تمسکه شر لک، و اگر برای خود نگاه کنی در آن شر است. ولا تلام على کفاف، و هیچ وقت ملامت نمیشی سر آن چیزی که به اندازه کافی داشته باشی. و ابدا بمن تعول، و الید العليا خیر من الید السفلى، و کسانی که با ایشان صله رحمی داری در حکم قرابت و نفقه تو اگر شامل باشن از آنجا شروع میکنی. و دستی که از آن خیر برسد بهتر است از آن دستی که خیر را بگیرد. خیر را تقدیم دارید برای کسانی که ناتوان و بیچاره و مظلوم هستند. حدیث مبارک رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مما رزقناهم ينفقون، از ضمن صفات متقیان که در صدر سوره البقره ذکر شده است مسئله انفاق است و از چیزی که به نصیبشان گردانیدیم صرف میکنند، انفاق میکنند در راه خداوند مهربان، حصه آن را صرف میکنند. و مما رزقناهم ينفقون، از چیزی که به نصیبشان گردانیدیم قسمت آن را در راه خداوند مهربان صرف می نمایند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.